نام خداوند بخشنده و مهربان. با درود و سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز، خدا کنه که خوب و صحتمند و تندرست باشید. خوش آمدین به گزارش ما از تیمچه اخوان در شهر کهنه هرات. بازم میریم به یکی از مراکز فروش قدیمی هرات باستان که از مارکت های سرپوشیده بسیار قدیمی هست که تصویرها در ادامه شما شاهد خواهید بود. بخش های مختلف این تیمچه انشالله به شما نشان میدیم، با مردمانی که در اینجا کاروبار میکنم هم صحبت میکنیم. ابتدا ببینیم تصاویری از این تیمچه. تیمچه جاهایی گفته میشه در مجموع که در گذشته ها مارکت های سرپوشیده بوده و مجموعی از دکان ها و مارکت هایی بوده که در شهر قدیم هرات موقعیت داشته که هنوز هم تعدادی از اونا باقی مانده، مثل یکی از گزارش هایی که ما رفته بودیم به کاروانسرا یا تیمچه مختارزاده ها. این هم یکی از تیمچه های در امان اوالی و در همسایگی امان تیمچه های قدیمی شهر باستانی هرات. کاربری فعلی این تیمچه ها مراکز فروشه، طوری که میبینین همه کاروبار میکنن و مصروف هستن. میایم با کسایی که در این تیمچه کار میکنن هم کلام میشیم، صحبت میکنیم، از کاروبار اینا میپرسیم و میپرسیم که چقدر او زندگی های گذشته با زندگی که امروز جریان داره در شهر ما و در کشور ما دستخوش تغییر و تحولات شده. کاکا جان سلام، مونده نباشیم، خوبین، بخیرین؟ شکر، سلامت باشین. باشین. اسم شما چیه؟ عجی قربان. عجی قربان. عجی صاحب، ای تیمچه رو به نام چی یاد میکنم؟ اجمندمین اخوان. چند سال قدامت تاریخی داره ای؟ این دیگه شاید که 60 سال داشته باشه. چند سال میشه شما اینجا دکان داری؟ ما همینجا 40 ساله. 40 سال؟ آه همینجا هستی. کار شما چیه؟ کار ما همین کلا و هر چیزی میفروشیم. کلا و اینا میفروشیم؟ آه. درسته. کاروبار فعلا چگونه یه؟ کاروبار حال خیلی خرابه. هیچ مزه نداره. تأثیر کرده روی اوکایت خراب شده؟ عملی؟ چی تأثیر داشته که کاروبار خرابتر شده؟ دیگه امسال کشت نشده، بارش چیزی نشده، دیگه نمیتونه خراب شده دیگه. اجناسی که شما داریم، همین جنسایی که داریم، کلا و واسکت و اینا، اینا با هم خود هرات تولید میشه یا از کشور دیگه میاد؟ نه، اینا باز از قندار میایه، از پاکستان میایه، از کابل میایه، از بلد میایه. خونم کاکا جان به می سایه شهر قدیم از شما؟ خونه ما نه، حالا باز برفتیم به شفاخونه نور، اونجا که میشینیم. از این تیمچه ها چند تا به هرات باقی مونده فعلا؟ از این کاروانسرا و تیمچه ها قدیمی چند تایه؟ ما چند روز پیش هم رفته بودیم به تیمچه مختارزاده. آه، تیمچه مختارزاده هم قدیمیه، این کاروانسرا مختارزاده هم قدیمیه. کاروانسرا هم برفتیم بالا و پایین. تیمچه اخوان مختارزاده دیگه چی نامایی اگر بله به یاد داریم؟ تیمچه یکی همه کاروانسرای هجر رسول میگن، روی فروشیه. برفتیم نرفتیم، مگر باز به خیر بریم اونجا هم به معرفی بگیم. رکه ها مارکت کلانیه. زندگی های امروز تا زندگی های گذشته خیلی تغییر کرده یا نه؟ چی تغییرات که شما میبینیم؟ آرامش فیلیر، البته قضاوت شما چیگونه نمیفهمم، آرامش بیشتر فعلا به این زندگی های یا به اون زندگی های مثلا 40 سال پیش که شما زندگی؟ 40 سال پیش خوب زندگی داشتیم، آرام بود، از صبح تا باشون قرار همجگاه ششته بودیم، کس برای ما کار ندارید، صبح میره ششتیم، به ماشین میرفتیم، به کابل، به قندهار، تا به صبح موترا کس کار ندارید، حالی که بریم اگه موتری باشه موتری میگیرم، اگه موبایل داشته باشیم از شما میگیرم. خب خیلی فرق کرده. و ایران هم که بسته شده به هرات، به افغانستان خیلی فرق کرده، خیلی ضرر رسونده، تمام به سر پی رسیده. جلوی مسلمان ها میرفتن به ایران کار میکردن، میامدن پولا خو چا خورد اماد میکردن، خرید میکردن، ناله نیه هیچ. پس از او جهت هم برو کار شما تاثیر کرده؟ اونجا خیلی تاثیر کرده. درسته. خب یک چند نمونه کلام نشون بدیم که دوستامو به خارج ببینن. این کلاه خیلی مقبولیه، میشه بگیم که این کدوم مردم استفاده میکنن، این به کجا تهیه میشه؟ این به قندهار تیار میشه،
اینجا مالدارا میپوشم، هر کسی میپوشه، لونگی هم میزنم زری. مالدارا، مردمانی که مالدار و روسته نشین، اطرفی ها نروسر خونه. من میتونم بپوشم؟ ها، هر کسی میپوشم. باشه سعی کنم، برای ما میایه. خب، سر ما کلا گدیشتیم. آنی هم کلای، به قول کاکا جان، کلای مالداری، کلایی که مردمان اطراف ما میپوشن. البته برو از این لباس میشد نیای، اگه باز بخیر لونگی بزنیم شاید بروی بیایه. و کلای قدیمی هم خوینا بود دیگه، مردم برو مندیلا اسپشال میزدم و حالا دیگه با در رقم میپوشم، حالا یک رقم کلاه پیشوای شده از اونا میپوشم. اصلا نمی کلاه مندیل به چند سال بیخی کمرنگ نشده بین مردم؟ چرا، خیلی کمرنگ شده. وقتی لونگی میزدن مردم؟ لونگی خیلی میزدن، حالا لونگی وار افتاده، خود ما لونگی داشتیم، حالا وار پرتو کردن. چی تاثیر گذاشته رو ازی؟ خود دیگه باب نیه دیگه، پرتو کردن دیگه، چیز سنگینی به تاثیر خو میکردی. یعنی لازم نیه دیگه یه اوگرم؟ لازم نیه، هر چیز به مرور زمان تغییر میکنه. ای ارشینای دیگه اینا باید بود زنونه، یعنی زنای مالدار اطراف نشین. این زنونه یا؟ اینا رو به سر خو میکرد. تشکر کاکا جان، خیلی خوشحال شدیم از صحبتهای شیرین شما، بیننده هم حتما کیف کردن. ممنون شما. آرزوی شما چیه؟ آرزوی ما دیگه آرامی و باشه که بتونیم کار بکنیم، زحمت بگیریم. با خدا صبح میاییم میگیم خدا میدونه ما شما باز زنده پس بیاییم، یعنی خیلی شهر خراب شده. راست میگم، واقعا همه ما همی دغدغه داریم. از خونه که بیرون میشیم میریم سر کار یا بازاری بری بری دیگه میگیم توکل تعالی الله، هر چی که خواست خدا بود. خواست خدا. صبح بدر میشیم با امید خدا دیگه شما میریم. موفق باشیم کاکا جان، پیروز باشیم. سلامت، زنده باشیم. خب ما کمی صحبتامون طولانی شد، گاهی وقتا بیننده ما می نویسم که خیلی طولانی گپ نزنیم ولی بیشتر راه بریم. خب وقتی تا آدم های خوشکلام شیرین زبان پیدا میکنیم نمیشه که ما زیاد راه بریم. بازم کنار یک برادر دیگه خو میشینیم. سلام لالا جان، مونده نباشیم. خوبی؟ خیلی از جان شما جوره. سلامت باشیم، تشکر. اسم شما معرفی بکنید. سیف الله. سیف الله. بله. بمی تیمچی اخوان، چند وقت میشه که دکان داری؟ من دیگه تقریبا 4-5 سال میشه اینجا دکان دارم. 5 سال. چی میفروشی بیشتر؟ دیگه همین کلا، واسکا، دنگی، پتو، شال، دستمال. دیگه همین کسب. کاروبار چگونه فعلا؟ کلا خوبه، شکر از خدای پاک رزیم اینجا خود کار میشم دیگه. بالاخره چه کار کنم؟ دیگه از بیکاری بیترم. فصل کار شما بیشتر چی وقته؟ زمستون، تابستون، بهار یا خزان؟ فصل کار ما فقط یک همین ایده یکی هم به تیرمو رد از ایده قربان تیرمو میشه، مردم اطراف محفل دارم، عروسی دارم، یه هم وسایل جایزی میخرم دیگه میرم. دستمال ابریشم، دستمال ابریشم هم داره ما؟ بله ابریشم. کن نشوندیم که ما از که ندیدیم دستمال ابریشمی، وا کنیم که بیننده هم ببینن. ای از دستمال های معروف ایرات که بیشتر برای چی استفاده میشه؟ شما معلومات بدیم. فقط اینا برای معروسی ها و بعض مردم اطراف ها که هست اینا رو به کیساخ میکنم، دستمال کیسگی با بعض برای جیزی اینا رو میبرم به مردم میدم. یک وقتی رسم بود وقتی کسی رو نمزاد دار میکردن باز اسم میرم بروی میگرفتم مینوشتم. بله اوی دستمال هم دارم که ابریشمی خالص باز نوشته میگدم بروی خالص ابریشمی. نوشته کردم داره؟ نوشته کردم هسته. نشوندیم که ببینیم ما و به سلام اینا فراموش نشه. اینا خب بخش از فرهنگ دیگه، فرهنگ مردم هرات که امی دستمال های ابریشمی بیشتر بابه و استفاده میشه در هرات و آل خوب کم رنگ شده دیگه، به ندرت به شکل نمادین حتی در مجالس و محافل استفاده میشه، ولی مردم اطراف روستانشین از اینا مخصوصا بزگرا و کارگرا، کسایی که کار کشاورزی میکنم روزمره از اینا استفاده میکنم، عرق پاک میکنم وقتی وضو میگیرن، به اصطلاح دست رو خوش میکنم از اون استفاده میشه. خب اینم ابریشمی خالصه. یا چند قیمت اینه؟ این قیمت از یه هست 1000 هست. 1000 ها؟ ولی هم نمیشته شعر. شعر های دیگه ساخت ایرات فرمایشیه. بله هم بافت رجب، رجب زاده 1368 ها؟ نه از این وقت های قدیم حالی نیه، حالی تیار نمی کنم چون که مردم و از اقتصاد خراب هنه از این میخره به کسی خواه میکنه.
یا مردم میدن بعده. تشکر، ممنون لالا. بخیر باشیم. بخیر باشیم، سلامت. خب بریم کمی جلوتر. بازم ما در تیمچه اخوان هستیم، جایی که لباس‌های بسیار قدیمی در واقع به فروش میرسه و در بخش‌های از این تیمچه هم شما می‌بینیم که اینجی جای نماز و سایر و سایل هم هسته. خب با برادر خواهمیم صحبت میکنیم. سلام، وقت شما بخیر. خوبین؟ بخیری؟ صحبت شما خوب، خیریت. سلامت باشیم، تشکر. اسم شما؟ عبدالخالق. عبدالخالق جان، این دکان چیه؟ این دکان بیشتر خب جای نماز داریم ما برای همه وجی ها اینا جای نماز. باز فعلا که جای نماز نی حج نمیشه، باز همین توشک و بالش داریم. بالش داریم. وطنی هم هست به بین از؟ نه وطنی، اما خارجی، کلا ترکیه پاکستانیه. این تیمچه تاریخی در عکس ها میشه میبینیم، مخصوصا اون نمایی که به بیرونه عموت خراب شده، چرا اینو تیار نمیشه؟ خود دولت نمیگذاره یا کسی به قصه اون؟ این تیمچه کسی ورثه داره، به خاطر اونا به قصه اونی هم دیگه دولت به زیر ارتباط نداره، مال شخصیه ای. ورثه های قدر توجه ندارن، چندین نفر ورثه های به خاطر بازسازی نمی کنن دیگه، مخربه بمانده دیگه. و از این قصه بکنیم که قدمت تاریخی از این میگن که 100 سال 150 سال ها طول نما تاریخی از این دیگه حدودا 100 سال است، از وقتی که بازارو عقب نشینی شده ای ساخته شده. پیش از این بازارو سرپوش بوده، خود بوده، طبق کلانا میگن مثلا بوده که یک دکاندار میتونسته بود دکاندار یک چیزی بده همت خود بده. باز بعدن که به اون زمان ماستر پلان شده، کلان شده، از اون وقتی ساخته شده حدودا 100 سال شاید بشه. 100 سال، خیلی خوب. و یک چیز دیگه، در هرات چه تعداد مونده از این تیمچه های قدیمی؟ زیاده، در همین چهار بازار، در هر بازار چهار تا و پنج تا هست. چهار بازار میشه معرفی کنیم؟ اما اگر که اطلاعات داریم، یکی به نام بازار ملک که طرف با حصار میشه، یکی به نام بازار خوشه که او طرف میشه، یکی بازار قندار، یکی هم بازار عراق. چهار بازار داره. از مردمان قدیم اینجی کسی با مونده؟ خیلی کم، مثلا یکی از این که پاساج همه اجیه که با مصاحبه کردین اجی قربان ها، اونو از قدیمی ها همی پاساج هم بقیه دگه وفات کردن باز پست همو دگر آمان. شما هم خونه به می شهر قدیم؟ بله، نه خونه ما بیرونه. بله، به میجی کاروبار می کنم. کاروبار شهر قدیم خوب می ها، همینجی پدر ما همینجی بوده، بدن ما هم که بوده همینجی هستیم دگه. بیرون هم دکان داریم، داخل پاساج هم دکان داریم. در یک تحلیل کلی فعلا اوضاع شهر قدیم چگونه به لحاظ بازسازی، امنیت، اقتصاد، مردمانی که به اینجا میشینن؟ خوبه، من تا اقتصاد کم ضعیف شده به خاطر که بیشتر مردم رجوع کردن به طرف شهر جدید، شهر نو، سرمایه گذاری او طرف شده، این طرف توجه کمتر شده حالی. و یکم همین بناهای تاریخی توجه چقدره به چند سال گذشته؟ چون حالا ما هم هر چی که میبینیم، اخبار دنبال میکنیم، اوزار میبینیم، بیشتر تمرکز روی جنگ و سول و هم انرژی رو از اونها مصرف میشه. در قسمت بازسازی و مرمت هم کاری بشده، کار مفیدی یا نه؟ پیش بشده، اول حکومت کمی حکومت تشکیل شد، حکومت کرزی پیش اول خوب بوده، بنیاد آقا خانمی بیشتر جاها رو تیمچای و طرف چارسور بازسازی کردن، حوض چارسور بازسازی کردن. یک چهار پنج سال میشه باز توجه کم شده، و قدر بازسازی نمیشه. مرایل اول همی حکومت خوب بود، بازسازی میشد. درست. ولی فعلا خیلی توجه نه. فعلا هیچ بازسازی وجود نداره اصلا به بنای. نیاز هم داره اینا به بازسازی؟ چرا داره اگر نیاز؟ اعمال فعلا همینجا که ما شیشتیم، نه بوم، نه نودان، هیچی همی دکانان نداره. همی تو باران میباره و پایین میشه. هیچ توجه اینی نیاز 100% داره به بازسازی. ولی به تصویر هم شما میبینیم که از پارچه و تکه استفاده کردن، در حالی که باید اینا دیگه سقف میدید. باران نریزه داخل دکان ها، اینا هفته و نگیره و مخاطره دیگه توجه نمیشه. اگر توجهش 100% توجه نیازه که مثلا بازسازی شه، من تا توجه نمیشه به این صورت. گردشگرای خارجی هم گاهی وقتا برای بازدید و عکس گرفتن میان. بله، ما نه تعداد یک دو تای میان. پس اینجا مهمه دیگه، باید توجه. آه میاین، اگر توجه کنن خیلی خوب، هم برای ما خوبه، بازار خوبی میشه. اگر ساخته سازی باشه، بسازن یک کس یا مؤسسه یا بنیاد یا دولت، اگر ساخته شه بازار کاروبار هم بیتر رونق میگیره. بسیار عالی. و سوال آخر من از شما اینه که چطور کاروبار و خرید فروش در امی یک ماه گذشته، دقیقا در یک ماه گذشته، آیا بس کرونا و ناامنی هم تأثیری گذاشته رو کاروبار یا نه؟ چره، بس کرونا هم یک سال که شده تأثیر بگذاشته و تا نشده که نگذاشته باشه. بازم رازیم خوبه، توجهی که اوقدر زیاد نیه، من تا بازم خوبه، گزاره میشه و تا نیه که
نباشه هست سودا خوبه تا یک حد کمتری. تشکر ایمو شما فکر کنم زنگ اومد برین گوشی خود زنگ پاسخ بدیم. بخیر باشیم من میل داریم بشینیم باشیم. خیلی ممنون تشکر سپاسگزارم. خب باشه که بریم کمی جلوتر. خب اختلاط ها خوبی داشتن و فکر کنم این معلومات به درد شما بخوره. شما که همیشه گزارش ما رو میبینیم و عزیزای ما که هیچ گاهی به ایراد نمادن یا چندین سال میشه که از ایراد دورن، بازم شما گزارش ما از تیمچه اخوان میبینیم، ببینیم که چی یک جاهای جالبه داره. مگر این تک فاصله های خوردی رو کنیم تا بریم به بخش های مختلفی از این تیمچه و این مارکت قدیمی که گمان میکنم این بخش ها در چند سال گذشته این بخش ها ساخته شده و بازسازی شده و ما میریم جلوتر از این راه های پر خم و پیچی که این مارکت و این تیمچه داره تا ای که ببینیم دیگه چی خبره و آمدیم به یک بازار قدیمی، یک جای قدیمی، یک جای کهن که اینا کمتر به محراق دید و محراق توجه در واقع قرار داره و اینجاگام کاروبار همه روزه میشه و هزاران نفر از این طریق دکان دارن یا اجناسی میفروشن، امرار معاش میکنن و زندگی روزمره خود در واقع تامین میکنن. اینجاگام میبینیم که لباس های قدیمیه و مردم هم حضور دارن. سلام کاکو جان، مونده نباشین. خوبه؟ بخیر. شکر. سلامت باشیم. تشکر. معرفی کنیم. نشمه وجه عبدالرسول از ولایت قل ولسوالی شرق قریه کمین فلان باشنده قل ریگینه هم دیکن به درازه خوش دارم. دیکن داریم شما؟ دیکن چی داریم؟ بعضی داریم. کاش هر چیزی میفروشیم دیگه بالا اطرافی. خیلی خوب. اینجا اومدیم چی بخریم؟ اینجا دستمال بخریم، پتو بخریم. اینا میتونه چیزایی بخریم که ضرورت دیکن است. درسته. چند سال میشه که به ایراد زندگی میکنیم؟ مثلا 8 سال میشه ایراد. 8 سال میشه. بله. از غوریم گفتیم. از غوریم علی. ما خیلی دوست داریم بریم به غور. میشه بریم؟ فعلا نمیشه، شرایط بسیار سخته دیگه، جنگ رابندی مشکلات زیاده دیگه. متاسفانه به این چند روز هم خبرهای بعد میرسه که گویا یکی دو ولسوالی هم فکر کنم سقوط کرده به دست طالبان. بعد نه او سه از شلیدین. درسته. درسته. و شما ما احتمالاً دیگه به خاطر موضوع ناامنی میامدیم به هرات و ولی از زندگی در هرات چگونه راضی ایم نی؟ ولی از زندگی به هرات راضی هستیم ولی ها چون دو امنیت دیگه، خدا کنه که اینجا آشوب نشه، همه تو امن باشه دیگه. اینجا گاشته اینجا خود ترس و لرزی از آشوب نه. شکر الحمدلله. از کاروبار بگیم، کاروبار فعلا نشتنه. شما خب پرچون فروشین دیگه، نه بیامدیم از این عمده فروش ها جنس میخریم باز به مردم؟ بله کاروبار خوبه الحمدلله دیگه، چی بگم دیگه، مزه‌دار کنی یه وادم خوبه، شکر خدا دیگه. چند درآمد داریم؟ روزی 500 یا 1000 200 یا 300 اج خدا اوله که بودیم. به این مارکت چی بیشتر یافت میشه؟ این دیگه مال چارسو زیاد، از قلی پتو، دستمال، جراب، جای نماز، این چیزایی که می‌بینید فرض مثال تسبیح اینا رو دیگه بیشتر مردمون اطراف میبرن. اطراف میبرن، دیکنار اطراف میای از این اونده میخرن میبرن. این شهری هم پس ما دروازه خشکی میای که پل ریگینه یکی برتره بود، اینا میخرن باز اونجا پرچون بفروشن. از این اونده میخرن اینجا پرچون. درسته. تشکر از شما. موفق باشیم ان شاء الله. طوری که کاکا جان گفتن بیشتر اجناسیه که مردما به اطراف میبرن، به ولسوالی ها، حتی ولایت های حوزه غرب و بیشتر مردمان اطراف یا مردمان دهات از این مدل لباس هایی که بیشتر رنگارنگه، این فرهنگ در هرات که در سالهای گذشته و چندین سال میشه هزی رقم اجناس مردم استفاده میکنند و اینا مورد استقبال اینا قرار میگیره. خیلی ممنون که با ما همراه بودین و گزارش ما را از تیمچه اخوان واقع در شهر قدیم هرات دنبال کردیم. تیمچه جالبی بود و صحبت های جالبی شنیدیم از هموطنا خو و از ضمن از او باور بکنیم که بار اول همه بود، من خود به اینجا می آمدم و واقعا نمی فهمیدم که یک مارکت جالبی در هرات هم هست. بازم میریم جایی که کمتر دیده شده نشون میدیم تا به معلومات شما مفسوده بشه. خواهش که از شما دارم کامنت بگذاریم برای ما، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم تا اینکه با دلگرمی بیشتر ما بتونیم گزارش بسازیم و در خدمت شما خوبان باشیم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.